رجوی آرزوهای دور و درازی داشت. به همین دلیل ریسک بزرگ همکاری علنی با دشمن رو به جان خرید. مجاهدین در حقیقت تو دستگاه صدام وابسته به اطلاعات عراق بودن. بخش سیاسیش، بخش نظامیش هم جزو ارتش عراق بودن. اینجا مسعود رجوی هر جا میرفت باید با رئیس اطلاعات عراق میرفت. تمام دیدارهاش با صدام با حضور رئیس اطلاعات عراق بود. جنگ با نیروهای ایران، آن هم دوشادوش ارتش بعث عراق، پرخطرترین قمار رجوی برای رسیدن به قدرت بود. پشتیبانی نظامی صدام از سازمان آنقدر بود که آنها را به پیروزی‌های چشمگیر امیدوار کنند. حتی اگر هیچ نمی‌داشتیم الا کلاش، باز هم فرماندهی کل می‌گفت بروید. قسمت سوم مجموعه داستان یک پایان، روایت رؤیا پردازی‌های رجوی برای تسلط نظامی بر ایران است. بعد از شورای ملی مقاومت، سازمان سردرگم بود و فعالیت‌هایش تنها به چند دیدار با چهره‌های سیاسی اروپایی محدود شده بود. رجوی جایی برای سر و سامان دادن به فعالیت‌هایش لازم داشت و سرانجام سال 65 آنجا را پیدا کرد. کوچ به عراق، آن هم در آن سالها، یکی از عجیب‌ترین تصمیماتی بود که او در تمام عمرش گرفت. من زمانی که به ایران آورده شدم، اولین دیداری که با مرحوم پدرم داشتم، سوالی که از من داشت میگفت من همه چیز راجع به سازمان مجاهدین خلق میپذیرم، ولی یک مقوله خیلی دیگه بارز و مشخصه، اونم همکاری با دشمن متجاوزه. از من پرسید شما چجوری اینو هضم کردید؟ در اروپا مجازات اعدام ندارن، یک استثناء داره، اونم همین همکاری با دشمن در حال جنگه که مجازاتش اعدامه. برخلاف تصور، رجوی بیگدار به آب نزده بود. رابطه سازمان با سران عراق ریشه در گذشته‌های دور سازمان داشت. در سال سوم جنگ و در دی ماه 61، طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق برای دیدار با رجوی به پاریس آمده بود. آقای رجوی آمد به اتاق من و گفت که آقای طارق عزیز از او تقاضای ملاقات کرده. گفتم لابد شما گفتی که نمیپذیر. گفتم من پذیرفتم. خب گفتم بهش اطلاع بده که منصرف شد. نمیشه که بدیم انصراف بدیم. گفتم خب حالا که پذیرفتی میتونی وقتی ایشون آمد اینجا پیش شما رفتاری بکنید که امپراتور شاپور اول با بادریان امپراتور رو روم کرد. حد اکثر هم نیم ساعت بیشتر با این دیدار شما تون نگشه. 5 ساعت با اون آقا دیدار. روزنامه لوموند روز بعد نوشت که آقای طارق عزیز این آقا رو خرید. آقای رجوی رو خرید. نتیجه دیدار طولانی آنها بیانیه صلح بین سازمان و عراق بود. صلحی که رجوی برای آن رو در روی خیلی ها ایستاد. سازمان تا مدت‌ها در نشریه‌اش کارش این بود که مخالفان بیشمار این تصمیم را توجیه کند. البته رفتن به عراق چیزی فراتر از اعلام صلح بود. همکاری با دشمن متجاوز. به همین دلیل بسیاری از افراد سازمان مخالف این همکاری مستقیم بودند و اواسط جنگ عراق با ایران را بدترین زمان ممکن برای آغاز دوستی با این دولت می دانستند. فقط تعداد کمی بودند که می دانستند این نه یک آغاز، بلکه تنها ظهوری از یک دوستی دیرینه است. یکی از این افراد ابراهیم خدابنده است. او که در سال 59 از فعالان انجمن اسلامی دانشجویان در انگلستان بود، با شروع جنگ تجمعی علیه تجاوز عراق سازماندهی کرد. سازمان همون شب با او تماس گرفت. شب با ما تماس گرفتند و خیلی هم با در واقع عتاب و خیلی با عصبانیت که کی گفت شما هم چی کاری بکنید، به چه حق کردید، شما مثل این که هنوز همون انجمن اسلامی هستید. حرف ما این بود که این کاریست که خیلی مثبت باید کرد، یعنی خیلی بدیهی به نظر میرسید که همچی اعتراضی ما بکنیم علیه تهاجم به خاک میهن. گفتن که ما براتون یک سری مطالب میفرستیم، تحلیلی که برای ما
با هواپیما فرستادن، یکی از خلبانا می آورد برام آورد، نگاه کردیم دیدم مغایر به همون چیزایی بود که ما رفتیم تو جلسه گفتیم. امروز بعد از این همه سال ما میفهمیم که قضیه از کجا آب میخورد. اون موقعی که سازمان این موزره میگرفت، نفراتش تو عراق داشتن مذاکره میکردن. با جستجو در تاریخ میتوان به ریشه های روشنتر و عجیبتری دست پیدا کرد. این تصاویر مربوط به جلسه استخبارات عراق است. فخرالدین حجازی تنها در اولین دوره مجلس حضور داشته که انتخابات آن در اسفند 58 برگزار شده و نتایج آن در فروردین 59 اعلام شده است. هزار توی رابطه سازمان با عراق پیچیده تر از این حرف هاست. احمد رضا کریمی روایتی باز هم قدیمی تر به خاطر دارد. در سال 51 یک عراقی به نام فاضل البسام با او دیدار کرد که درخواست عضویت در سازمان را داشت. در همان زمان سازمان به کریمی مأموریتی داد که با توجه به پیشینه سازمان در دهه 40 و آموزش نظامی افراد در سازمان فتح در عراق غیر منطقی به نظر نمی رسید. به ما گفته شد و تاییدی هم از مرکزیت سازمان و خارج از کشور آوردن که دو تا فلسطینی میخوان با ما ملاقات کنن و اطلاعاتی را از ما بگیرن در مورد حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران، مراکز نظامی و اطلاعات خیلی اساسی در مورد رژیم شاه. کریمی بدون نگرانی اطلاعات مورد نیاز آنها را جمع آوری کرد و در اختیارشان گذاشت. اما چند ماه بعد در اردیبهشت 52 دستگیر شد. جرم او جاسوسی برای دولت عراق بود. فاضل البسام میدونست که اونها فلسطینی نیستن و دو عضو سفارت عراق هستن. این در واقع ما اون اطلاعات را به سفارت عراق داده بودیم. پازل رابطه سازمان با عراق برای کامل شدن تنها به چند تکه دیگر نیاز دارد. بعدن دلایل زیاد دیگری هم پیدا شد که متوجه شدیم که مرکزیت سازمان در ایران و در خارج از کشور با رژیم عراق و با دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی اون اتصال داشتن. بعد از انقلاب بنیاد پهلوی را که دیوار به دیوار سفارت عراق بود به عنوان مرکز خودشون اینا اشغال کردن، به خاطر اینکه ارتباطشون با عراق در خارج از این حیطه قطعا لو میرفت، کشف میشد، همونجوری که ارتباط سعادتی با روسا کشف شد. سازمان از سال 62 و از طریق اعضایی که در کردستان عراق مستقر کرده بود در مرزهای غربی ایران ناامنی ایجاد میکرد. البته این ناامنی ها تأثیر خاصی بر جنگ نداشت. در سال 65 وقتی صدام در یک عملیات سنگین فاو را به ایران واگذار کرد، رجوی و اعضای سازمانش را به عراق برد تا با حضور نیروی جدید معادلات جنگ را دستخوش تغییر کنند. از آن سو برای رجوی که رؤیای حکومت بر ایران را در سر می پروراند، حضور در مجاورت مرزهای ایران فرصتی رؤیایی بود. سازمان و عراق قید رفاقت مخفیانه را زدند. حالا 7000 عضو که تقریباً 80% جمعیت مجاهدین را تشکیل می‌دادند در راه عراق بودند. من فردا از اینجا از فرانسه خواهم رفت. اگر بپرسید برای چی میری؟ در یک کلام میگم که برفروزم آتش‌ها بر کوهستان‌ها. مسئولان سازمان می دانستند که باید بهای هزینه هنگفتی که صدام برای آنها می کند را تمام و کمال بپردازند. اولین بخش این بازپرداخت دادن اطلاعات دست اول از داخل ایران به استخبارات عراق بود. مجاهدین در حقیقت تو دستگاه صدام وابسته به اطلاعات عراق بودند. چون عراق چه اینجا زار داده بود ما رو، مجاهدین رو در حقیقت جزء نظام خودش کرده بود. پناهنده چه نبودم، بالاخره باید یه توضیح می کرد از سیستم اداری. روز اطلاعات عراق بودن، بخش سیاسیش، بخش نظامیش هم روز ارتش عراق بودن. اینکه مسعود رجوی هر جا میرفت باید با رئیس اطلاعات عراق میرفت، تمام دیدارهاش با صدام با حضور رئیس اطلاعات عراق بود. جمع‌آوری اطلاعات برای عراق با آموزش تخلیه تلفنی به اعضای خاص و جاسوسی از خلق ایران انجام میشد.
هدف این حملات جاسوسی هر کسی می توانست باشد، از مسئولان تراز اول تا کارمندان رد پایین و حتی دوستان و اقوام دور و نزدیک. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ ممنونیم. قربان شما. سلامت. من سامی هستم، مزاحم شما خدمت. شما خوبید؟ الحمدلله. دبیرخان خبرگان قم. احوال شما خوبه؟ شما باشید. خوب هستید؟ حاجه ها رو الان منزل شیراز تشریف دارم. ولی بله نیست. بله ما چیزایی که میفرستیم خدمت شما اونجا میاد دفتر، یا اینکه شیراز میره؟ اصلا شما معمولا نامه هاش مستقیم میره اونجا. و بعضی هاش هم چون به خاطر گرفتاری آقا دیر به دست ما میرسه. اگر مطلبی هست به خاطر سرعت عمل اگه بفرستید در سر ما در استان زودتر میرسه. مثلا این بولتن ها و اینا رو که بفرستن میره اونجا؟ در واقع بولتن هم میره اونجا، من ندیدم اینجا. نه مدتی هستم اصلا چیز ندیدم. موفقیت این شیوه تا آنجا بود که رجوی در یکی از دیدارهای محرمانش گفته است 80% مکالمات تخلیه تلفنی موفقیت آمیز بوده است. البته با گذشت زمان و لو رفتن این شیوه جاسوسی، تخلیه تلفنی کارآمدی خود را از دست داد. خسته نباشید جان. خدمت عرض کنم که آقای تبری خاور شما؟ بله. از بچه خاور هستید شما؟ تبری رو گرفتم. قطع کن خطش. جاسوس قطع. الو. استخبارات اطلاعات مورد نیاز ارتش عراق را در اختیار سازمان قرار می داد و ستاد اطلاعات سازمان شروع به جمع‌آوری اطلاعات می کرد. در ستاد شبکه شنود قرار داشت که شبکه های بی سیم و مخابراتی ایران در جبهه ها را رصد می کرد. با توجه به تسلط اعضای سازمان به فارسی، رمزگشایی از مکالمات رمزگذاری شده نظامی بسیار سریع تر از نیروهای عراقی انجام می شد. پیام‌های رمزگشایی شده در اختیار مهدی ابریشمچی قرار می‌گرفت و سپس به استخبارات عراق تحویل داده می‌شد. متن اطلاعات آخرین اطلاعات را فردا بعد از ظهر می‌تونم به اطلاع شما برسونم. اما تا اونجایی که تا الان اطلاعاتی که داریم مال جدید هست اینه که آسیایی الان در افواج هم اینطور که خودشون اشاره کرده. بس اما لشکر سی مازندران حرکت نکرده به سمت کرمان. کماکان مرخصی ها ادامه داره ولی کم شده و اون معلوم رفاه معلومات لحد این لحظ امروز تا ستاک قبل ستاک. یکی از اقدامات سازمان که با هماهنگی عراق صورت گرفت و سالها از نظرها پنهان بود، نقش‌آفرینی در کشتار حج سال 66 بود. گرچه تنش‌های بین عربستان و ایران پدید آمده بود، اما دو کشور در حال نزدیک شدن به همدیگر و حل اختلافاتشان بودند. اتفاقی که هم برای صدام و هم برای رجوی که از حمایت‌های مالی سعودی بهره‌مند می‌شدند، ناگوار بود. در آشوب آن سال مکه 275 نفر از حجاج ایرانی کشته شدند. عربستان مقصر این فاجعه را نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. سازمان هم در محکومیت این واقعه بیانیه‌ای صادر کرد و نظام ایران را مسئول ایجاد آن دانست. بعد از مدتی ملک فهد به بهانه تشکر از موضع‌گیری سازمان، مقدمات سفر رجوی و اعضای اصلی سازمان به عربستان در پوشش مناسک عمره را فراهم کرد. سازمان خبر این سفر را 13 سال مخفی نگه داشته بود و برای اولین بار و ظاهراً به دلیل استفاده تبلیغاتی از عکس رجوی در لباس احرام در تاریخ 16 اسفند 1379 در نشریه مجاهد به چاپ رساند. در این عکس مسئولان روابط خارجی و اطلاعاتی سازمان در کنار رجوی دیده می شوند. رجوی این کارها را با صدام گران حساب می کرد. مترجم خصوصی رجوی قربان علی حسین نژاد، معروف به غلام روابط، در این زمینه اطلاعات خوبی دارد. او پس از سالها موفق به فرار از دست سازمان شده است. پولهایی که تو ملاقات از صدام می گرفت به قدری، یعنی هر چی می داد بازم می گرفت. سرمایه عراق رو غارت کرد، هم پول نفت رو، هم سلاح رو، هم بوی می گرفت. کسی از عهده‌اش بر نمی اومد. دولت عراق هم خودش داوطلبانه نمی داد. رجوی علاوه بر تأمین کامل تسلیحات نظامی،
توانسته بود بخشی ثابت از درآمد صادرات نفت عراق را نیز در اختیار بگیرد. او روشی خاص برای فراهم کردن این امکانات داشت. به قدری ابراز ذلت و خاری می‌کرد که اصلا اون اطرافیان خود صدام بعدشون میومد، چون آدمای ملی بودن، به هر حال ناسیونالیست بودن. از این که این می‌فهمیدن این داره خیانت به وطنش میکنه و چنین حرفایی میزنه، چنین خودش عبد ذلیلی بیگانه میکنه، بعدش میومد. طارق عزیز اونجا بود، بعد از روش به طارق عزیز گفت و همونطور که طارق عزیز دست من رو گرفت از پاریس آورد بغداد، من یقین دارم که روزی هم آقای فرید طاهر رئیس اطلاعات عراق دست مرا خواهد گرفت و به تهران خواهد برد. ما تو ترجمهش اصلا بدمون می اومد، اصلا این جزم ترجمه می کردیم و احساس هم می کردیم که طرف شنونده هم بدش میاد، حتی طارق عزیز و طرفاش، از این ذلت، از این نوخاری. آخه یعنی چی یه رئیس اطلاعات یه کشور بیگانه یا آدم یه رهبری برداره ببره تهران، میگه ملت قبول میکنن. رجوی که نیاز داشت تأثیر نظامی خود را در جنگ ثابت کند، در سال 65 ارتشی به نام ارتش آزادی بخش ملی تشکیل داد. سازمان در سال 67 برای اولین بار این ارتش را همراه با نیروهای بعثی برای بازپسگیری فاو به عملیات آفتاب فرستاد. اعضای سازمان خطوط تهاجمی ایران را اشغال کردند، تمامی سنگرها را آتش زدند و پرچم خودشان را روی خاکریزها نصب کردند. رجوی اعضا را این گونه راضی کرده بود: این سربازان مانع ورود ما به خاک ایران برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی هستند و باید از سر راه کنار زده شوند. سرانجام با آتش سنگین ایران سازمان مجبور به عقب نشینی شد. عملیات مشترک بعدی بین سازمان و عراق در خرداد 67 در مهران اجرا شد. فرماندهان مهرها، فرماندهان تیم‌های رزمی و پشتیبانی و خطاب به کلیه رزمنده شیران مجاهد خلق و ارتش آزادی بخش ملی، آتش بزنید، آتش بزنید، آتش بزنید. در عملیات چلچراغ تیپ‌های زرهی عراق و پیاده سازمان به عمق 20 کیلومتری ایران نفوذ کردند. رجوی با موفقیت در این عملیات رؤیای ریاست بر ایران را دستیافت‌تری دید و گفت وقتی می‌توانیم در یک عملیات شهری را آزاد کنیم، پس دسترسی به تهران چندان مشکل نخواهد بود. اعضا هم با او موافق بودند. رجوی در فکر فتح تهران بود و برای عملیاتی بزرگ در مهر ماه برنامه ریزی می کرد، اما ناگهان خبری تمام برنامه ریزی هایش را به هم ریخت. ایران قطعنامه 598 را پذیرفت. رجوی که برنامه‌هایش را روی جنگ سوار کرده بود، خطر صلح را خوب می‌شناخت. رجوی به هر حال مشخص بود سیاستش رو کلاً سوار کرده بود روی جنگ ایران عراق، یعنی به عنوان یک زائده جنگ شناخته می‌شد. مشخص بود که اگر این جنگ تموم بشه دیگه اونم اونجا به قول خودش ترشیش می‌ندازن، تو عراق به دردی نمی‌خوره. مسعود رجوی به گفته خودش دیداری داشت با صدام و فقط چند روز ازش وقت خواست که این پذیرش آتش بس به تعویق بندازن و این یک بار دیگه بخت خودش رو آزمایش کنه. رجوی برای طراحی عملیاتی که سالها انتظارش رو میکشید زمان بسیار کمی داشت. فراخوانی گسترده داد و حد اکثر نیروی را که میتوانست از سراسر دنیا به عراق آورد. بسیاری از این نیروها که آمده بودند تهران را 48 ساعت فتح کنند، کوچکترین اطلاعات نظامی نداشتند. اما رجوی هم چاره‌ای نداشت.
او آموزش نظامی افراد جدید را بدون نگرانی تا جایی که ممکن بود کوتاه کرد، اما به پشتوانه حمایت گسترده تسلیحاتی صدام از فتح 48 ساعتی تهران کوتاه نیامد. نتیجه عملیات البته در فراتر از همه محاسبات معمول به اراده و مشیت خدا برمیگرده، اما تا اونجایی که به ارتش آزادی بخش ملی ایران و به مجاهدین خلق ایران ارتباط داره، پیشا پیش نتیجه رو که هر چه باشه به تک تک شما و به خلق قهرمان ایران تبریک میده. حتی اگر چون لحظه سرنوشت مثل شب سی خرداد، مثل روز پرواز، مثل عزیمت به اینجا فراتر از همش، حتی اگر هیچ نمیداشتیم الا کلاش، باز هم فرماندهی کل میگفت برید. دوشنبه 3 مرداد ساعت 4 صبح تمام توان نظامی و انسانی سازمان به قصد فتح تهران بیدار شدند. قرار بود ساعت 6 صبح راه بیفتند و ظهر روز بعد به تهران برسند. عملیات فروغ جاویدان طبق برنامه و با فرمان مریم رجوی آغاز شد. بتیش آتش. 5000 نفر با 120 تانک 400 نفر بر و تجهیزات کامل نظامی به سمت تهران به راه افتادند. بیشتر خودروها 2 باک داشت و 220 لیتر بنزین حمل می کرد، مقداری که برای رسیدن به تهران کافی بود. افراد سازمان با حمایت نیروی هوایی عراق به راحتی به کرند رسیدند. توان نظامی ایران در مرزهای جنوبی مستقر بود و هیچ مانعی برای پیشروی سازمان وجود نداشت. شهر بعدی اسلام آباد غرب بود. فاجعه آغاز شده بود. اعضای سازمان به بیمارستان این شهر رفتند و تمام مجروحان جنگی را کشتند و بیمارستان را به آتش کشیدند. ماشین‌ها به ستون و با سرعت حرکت می‌کردند. رجوی به آنها قول داده بود با هیچ مقاومتی روبرو نخواهند شد و مردم ایران از آنها استقبال خواهند کرد. پیشروی شبانه روز ادامه داشت، اما خبرهایی که از جلو رسید آنها را متوقف کرد. نیروهای ایران در تنگه 4 زبر نیروهای سازمان را غافلگیر کرده بودند. ماشین‌ها در کنار جاده ایستادند تا خبری دوباره آنها را به راه بیاندازد، خبری که هیچگاه نرسید. تنها در 3 روز یگانهای مجاهدین خلق منهدم شدند و بسیاری از نفرات و تجهیزات آنها از بین رفت. این چیزی نبود که رجوی به نیروهایش وعده داده بود. اصلا اطلاعات نظامی نداشت، یک روزم درس نظامی نخونده بود، یک روزم مطلقا تخصص نظامی نداشت، مشورتی هم نمی‌کرد با متخصص نظامی نداشت. هر فرد نظامی ضد دولت ایران هم، حتی خارج هم، هر فرد نظامی همه بعد از اون گفتن آقا این مینیموم ضوابط نظامی و اصول نظامی رو مراعات نکرده بود. تارومار شدن سازمان دستاورد رجوی از بزرگترین عملیات نظامیش در تاریخ سازمان بود، اما او هیچگاه مسئولیت این اشتباه فاحش را قبول نکرد. درست مثل 30 خردادی که خودش چند سال قبل به راه انداخته بود. شما به من بگین آقا مبارزه مسلحانه شکست خورد، کی عصر پنجشنبه چجوری شد که مبارزه مسلحانه شکست خورد؟ الان دیگه لابد بارز شده، علنی شده، فلان شده، به اینجا ختم میشه. اصلا به ارتش آزادی بخش هم ختم میشه، خط غلطی بوده. ارتش آزادی بخش خودش مسئول چیه؟ مسئول مبارزه که از 30 خرداد شروع شده، نه؟ 30 خرداد خودش مسئول چیه؟ فرده حاکمیت خمینی شما بلند شدین داد زدین ارتجاع، غلط بوده، کار اشتباهی کردین. رجوی نه تنها خودش را مقصر ندانست، بلکه با طرح سوالی عجیب زمینه را برای چرخشی عجیبتر در سازمان مهیا کرد. وقتی پشت تنگه 4 زبر بودید به چه چیز فکر می کردید؟ ما تقریبا از نزدیک
با صدها نفر رست میگم مریم هست بچه هایی که توی فروع بودن تک به تک صحبت کردیم و پای سخنان آنها نشستیم. من که خوب حالیمه برادر جماعت، ذهن شما کجاها بود؟ هر کسی تو دلش لابد میدونه. و شما ای طایفه خواهران، بازی جدید رجوی شروع شده بود.